خوش و خرم باشد آقای گوهرزاد و درود به بینندگان و شنوندگان گرامی. شما درست میگید، یعنی روزنامه ها، رسانه ها و صفحات مختلف فیسبوک، وبسایت ها در هفته گذشته مملو از نظرات متفاوت به هاشمی بود. عده ای اونو در طبق زر گذاشته بودن و حلوا حلوا میکردن و عده ای از اون یک دیکتاتور خون آشام ساخته بودن. بسیار خوبه که این تحلیلگران گرامی که برحال در این زمینه نوشتن و سخن گفتن سری به کتاب خاطرات خود آقای هاشمی بزنن. آقای هاشمی چندین کتاب در این رابطه نوشته، به گذشته خودش کتابی داره به نام دوران مبارزه، کتابی داره به نام عبور از بحران و حتی آقای دکتر صادق زیبا کلام کتابی رو چاپ کرده به نام هاشمی بدون روتوش. من فکر میکنم برای کاربرد شکافی اندیشه آقای هاشمی از درون خود خاطر نویسی ها، تبار شناسی ها و شرایطی که آقای هاشمی در گذشته داشته بهتر میتونیم پی ببریم و کشف کنیم و رمزگشایی کنیم صندوقچه اسرار آقای هاشمی رو. آقای هاشمی خب همونطوری که البته من در اینجا تمام صحبت هایی که خواهم کرد سعی خواهم کرد که مطالبی که توسط سایر ارزیابگران و تحلیلگران در هفته‌های پیشین بیان شده بیان نکنم که جنبه تکراری نداشته باشه. سعی می‌کنم که مطالب رو بیان بکنم که شاید بیان اون برای اولین بار از برنامه پویش و تلویزیون اندیشه یک بیان جدیدی، سخن جدیدی باشه. آقای هاشمی خب دوستان می‌دونن که متولد یکی از روستاهای رفسنجان هست به نام نق، متولد 1313 هست، ولی آغازی که وارد مسائل سیاست شد پاییز سال 1327 بود، زمانی که 14 سال داشت. با پدر خودش حاج مرزا علی هاشمی، حاج مرزا علی هاشمی نوه حاج هاشم بهرمانی هست، لقب بهرمانی ربط به روستایی به نام بهرمان نداره، در واقع لقب جد اینا بوده و این نامو با خودش هم کرده. با ایناها که پدر و عموش میخوان راهی کربلا بشن، شیخ محمد که در واقع پسر عموی هاشمی بوده، اینها وارد قم میشن و این دو جوان و یا نوجوان رو در قم در خانه آقای مرعشی یا اخوان مرعشی ساکن میکنن. از اینجا هستش که در واقع به قول معروف در زمان مناسب در مکان مناسب آقای هاشمی 14 ساله جا پیدا میکنه در خانه مرعشی که بعدها با دختر آقای مرعشی عفت مرعشی ازدواج میکنه و در اونجا هستش که در واقع خونه ای که آقای مرعشی داره روبروی خونه آقای خمینی هست و پس از اینکه یه سری مطالبی مثل سیوتی یا حاشیه نصاب صدیان و غیره رو میگذرونه، آشنایی ایشون با آقای بروجردی در اون سالها گسترده میشه. بروجردی مرجع اعظم بوده و اون موقع اصولا پدیده مثل مثلا روحانیت مبارز وجود نداشته که سابقه تاریخ روحانیت میدونیم که برمیگرده به سالهای نهضت ملی دکتر مصدق، آقای کاشانی و بعدن فدایان اسلام و نواب صفایی و بقیه که به حال الان موقع بحثش نیستش. این مسئله که همسایگی باعث میشه که با خمینی آشنا میشه. تا زمانی که تا فروردین 1339 یا 1340 در واقع بگیم که آقای بروجردی در قید حیات بوده، فضای روحانیت در قم یک فضای کاملا مسالمت آمیز بوده و چیزی به نام مترقی بودن یا برحال رادیکال بودن وجود نداشته. با فوت بروجردی خمینی وارد صحنه میشه و یک سری افرادی رو که در دوربر خودش داره که من جمله همین آقای هاشمی هست و عده دیگه ای که در دوربرش هستن مثل باهنر و غیره و غیره، اینها اون جامعه مثلا مبارز روحانیت رو پایه‌گذاری میکنن. در اینجا من فقط اشاره بکنم به یه موضوع. بعد از اینکه مناسبات روحانیت و سلطنت پهلوی تیر و کدر میشه، تصمیم میگیرن
که طلبه ها رو برای سربازی راهی سربازخونه ها میکنن. من جمله آقای هاشمی رو راهی سربازخونه میکنن سالهای حدود 1342. هاشمی در سال 1342 در پادگان سربازی در تهران بوده و اینکه در بعضی جاها گفته میشه که آقای هاشمی نقش زیادی در حرکت 15 خرداد سال 42 بوده این واقعیت نداره، چرا چون در اون تاریخ با آقای باهنر در زندان بوده. ولی نکته که اینجا من فکر میکنم که گفتنش لازم هستش قبل از اینکه وارد مباحث دیگه بشیم، موقعیتی که هاشمی بعدا پیدا میکنه، یعنی در همون زمانی که داره انقلاب انجام میشه و قبل از اون، خب کسی بوده که مطالب خمینی رو دریافت میکرده و اونها رو به شکل یک بیانیه میداده و این بیانیه ها رو به نام آقای خمینی در جامعه مذهبی ایران یا بین مذهبیان ایران ترویج میکرده و پخش میکرده. خب نقش امیر اسدالله علم در خرداد سال 42 به منظور این که بتونه با تصمیم بلاهدگونه ای که ایشون گرفت و تونست روحانیت و یک حالت رادیکالیزه بهش بده نقش زیادی داشت و از اینجا هستش که هاشمی در فاصله سال 43 به بعد، یعنی بعد از تبعید خمینی و آمدن بیرون ایشون از پادگان سربازی، یه سری مبارزاتی رو آغاز میکنه. 4 بار گویا در این فاصله زندان میره و در آخرین روزهایی که خمینی در نجف بوده پیشنهاد تأسیس حزب روحانیت رو میده. آقای خمینی مخالفت میکنه و میگه که روحانیت را با سیاست و با حزب بازی کاری نیست، روحانیت یک جریان، یک کاستی هست بالاتر از حزب. آقای هاشمی فردی رو به نام آقای نجف آبادی راهی یا نجف میکنه، جواب خمینی مشخصه و سپس در حول و حوش روزهای بهمن پس از اصرار زیاد آقای هاشمی حزب جمهوری اسلامی را میفته و حزب، یعنی مجوز شاید آقای خمینی میگیرن. این حزب جمهوری اسلامی در واقع تشکیلات منسجمی هستش که در روزهای انقلاب خودنمایی میکنه. در این حزب 5 نفر که به عنوان 5 تن آل عبا معروف هستن بنیادگذاران این حزب هستن، از اصفهان بهشتی، از خراسان خامنه ای، از آذربایجان موسوی اردبیلی، از کرمان باهنر و از رفسنجان آقای هاشمی رفسنجانی. البته در این وسط موسوی کنی را پاتی میکنن ولی موسوی کنی با دیدی که داره مخالفت میکنه و در نتیجه حزب جمهوری اسلامی بدین گونه میره جلو. بعد از سال 1966 بعد از مرافعات زیادی که بین بادامچیان و میرحسین موسوی در میگیره، یعنی جناح چپ و جناح راست، این مسئله تمام میشه. خب همینجا نگر دارین آقای علوی، برای اینکه به سرعت نریم جلو، در این فاصله ای که انقلاب میشه تا فاصله ای که دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر میشه، جنگ قدرتی بین خود این تشکیل دهندگان حزب جمهوری اسلامی و کسانی که در قدرت بودن در کنار آقای خمینی بودن همواره به طور سایه وجود داشت و با اینکه دوران جنگ هم بود جنگ مسائل، ولی اینا رو پنهان نمی کردن و مسئله انفجار دفتر جمهوری اسلامی به نوعی بخشی از این قدرتمداران رو حذف کرد، یعنی از پیش روی رفسنجانی و خامنه‌ای برداشت. چه تفاوتی ایجاد شد پس از این انفجار دفتر جمهوری اسلامی؟ نقطه عطف سقوط قدرت هاشمی در هفته تیر سال 1160 نبود، در شهریور 1160 هم نبود. در واقع نقطه آغاز سقوط قدرت هاشمی در 1378 خورشیدی، زمانی که در انتخابات مجلس ششم نفر سیوم شد بود. بنابراین این حوادث در واقع نه تنها این حوادث تابستان سال 1160، حادثه خرداد 1160، هفته تیر 60 و همچنین شهریور 60، یعنی باهنر، رجایی و حزب جمهوری اسلامی، اینها نه تنها سبب از دست دادن و کاهش قدرت هاشمی نشد،
بلکه موقعیت هاشمی رو مستحکم‌ترم کرد. اتفاقا من می‌خواستم به همین برسم. من پرسشم اینجاست که اگر اونها از بین نرفته بودن، این بحثی که چرا هاشمی در انفجار نبود و اینا با مسائل که چه شد چه نشد کاری نداریم، ولی اگر آدمای مثل باهنر و بهشتی مانده بودن، آیا قدرت رفسنجانی و خامنه‌ای میتونست به این اوج برسه یا نه؟ میتونست به این اوج در فاصله خرداد 60 تا 1376 نرسه. اما اینو باید توجه بکنیم که هاشمی حتی در زمان حیات بهشتی فرد مورد اعتماد و در واقع دلباخته خمینی و خمینی هم شیفته هاشمی بود، بدین گونه که آقای هاشمی از اونجایی که یک به اصطلاح پرونده چریکی هم داشت، یعنی در حدود سال 1343 در دوران قتل حسن منصور قبول مسئولیت تهیه اسلحه رو برای بخارایی فدایان اسلام گرفته بود، و همچنین از اون جایی که در فاصله سالهای 43 پس از در واقع رفتن آقای خمینی به نجف، نقطه ارتباط و پیوند خمینی با روحانیت در ایران بود، همیشه مورد اعتماد خمینی بود و به همین علت هم بود که خانه‌ای که بهش داده بودن در جوار خانه خمینی بود در بعد از انقلاب، و هر روز صبح که از خواب بیدار میشد خمینی هاشمی نخستین کاری که میکرد میرفت و سری به خانه خمینی میزد و در اونجا با احمد آقا یه سری سیاست‌های روز رو انجام میدادن و سپس میومد مجلس، چون شنوندگان میدونن که مجلس اول ایشون رئیس مجلس بود، میومد مجلس و در واقع خیلی از نظرات خودش رو به نام نظرات حضرت امام ارائه میداد و خب مجلسیون هم میپذیرفتن. منتها نکته که اینجا وجود داره و بسیار خوبه که امروز از این تریبون ما مطرح بکنیم این هستش که شرایطی که آقای هاشمی در سال 1360 داشت همه کاره بود، یعنی میشه گفت نفر دوم این مملکت بود، حتی در زمان حضور بهشتی عنوان فرد مقتدر این مملکت. آیا در خلع بنی سعد نقش اساسی داشت یا نداشت؟ بله، اصولا آقای هاشمی در سقوط بنی سعد، یعنی دیدارهایی که در فاصله 25 خرداد داشت و در واقع از 15 اسفند 1359 آغاز شد پس از سخنرانی بنی سعد در دانشگاه تهران، مقدمات سقوط بنی سعد در فاصله 4 ماه ریخته شد، علارغمی که تا قبل از 15 اسفند 1359 خورشیدی آقای خمینی از بنی سعد حمایت میکرد، ولی با نفوذی که هاشمی بر خمینی داشت این حرکت انجام شد، بنی سعد رو ساقط کرد و حتی میشه اینجا ادعا کرد بر اساس اسنادی که موجود هستش سبب سقوط دولت بازرگان آقای هاشمی بود. ولی یکی از بزرگترین مسائلی که آقای هاشمی انجام داد و امروز در خفا مونده و در هیچ کدوم از رسانه‌ها مطرح نمیشه، مسئله بنیاد گذاشتن ماجراجویی هسته‌ای توسط آقای هاشمی بوده. قضیه به این شکل بوده که در شهریور سال 60، یعنی پس از انفجار دفتر نخست وزیری در اواخر شهریور سال 60، هاشمی و عده‌ای از همفکرانش من جمله سرهنگ موسا نامجو و محسن رفیق دوست و محسن رضایی به راهی پایتخت کره شمالی شدند. این در کتاب عبور از بحران کاملا آقای هاشمی اینو می‌نویسه و در اونجا مورد به اصطلاح استقبال گارد تشریفات قرار میگیرن، رئیس مجلس کره شمالی، معاون رئیس جمهور، فرمانده نیروی مسلح به استقبال شدن. اولین جلسه ای که در 23 شهریور سال 60 با ارتش بود آجن او، این کسی بر اساس نمیشته آقای هاشمی تشکیل میشه، در اونجا به دلیل رضایتی که جمهوری اسلامی از کره شمالی داره، مسئله بحث گسترش تسلیحات هسته‌ای آغاز میشه و دیدارهایی که بین آقای نامجو و فرماندهان ارتش و همچنین آقای رفیق دوست عزیز و فرماندهان ارتش کره شمالی بوده، پایه‌های اولیه این امر ریخته میشه.
جناب رضای علوی عزیز، همینجا نگه داریم. من یه چیز یادم اومد فقط اشاره کنم، بمباب فقط شوخی هستش البته. در همین زمانی که شما اشاره میکنید و سرهنگ نامجو در اون بود، من در همون موقع در دانشکده افسری دوره خدمت نظام وظیفه‌مو میگذروندم و افسر اونجا بودم. ما تصور میکردیم که اینا فقط رفتن از کره شمالی پوتین و اوورکوت کوتاه برای آدمای قد کوتاه و پاکوچیکی مثل ما آوردن. پس معلوم میشه در کره شمالی ماجرای دیگری بود. اینو خواستم بمباب شوخی عرض کنم، چون اون موقع من در خدمت نظام بودم. یادم هست که چقدر این رفت آمدها به کره شمالی معنادار بود در اون موقع. با اون نامجویی که اول رئیس دانشکده افسری بود و بعد یه دفعه رفت فرماندهی گرفت و بعدم سقوط کرد. بله، آقای موسی نامجو به اتفاق آقای محسن رفیق دوست، اینا میرن مراکز نظامی هستی رو دیدار میکنن و کره شمالی در قبال گرفتن نفت مجانی از جمهوری اسلامی تسلیحات هسته‌ای رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. پس از 23 سال در سال 2003 این مسئله آشکار میشه، ولی هرگز نمیگوین و نمینویسن که بنیاد گذار ماجراجویی هسته‌ای در جمهوری اسلامی آقای هاشمی بود. این مسئله من فکر میکنم یکی از مسائلی هستش که امروز باید از این تریبون آشکار بشه. ما اگر به منافع ملی ایران توجه میکنیم، منافع ملی ایران در چند مورد آسیب جدی خورد. کسی که آسیب زد به منافع ملی آقای هاشمی بود. چرا؟ در جنگ بین ایران و عراق، در سال دوم جنگ تقریبا تمام شده بود، خرمشهر رو فتح کرده بودند، ولی به اصرار و پافشاری آقای هاشمی، خمینی ادامه جنگ رو فتوا داد. البته اینم بگیم که 6 سال بعد باز به اصرار آقای هاشمی جنگ تمام شد. چرا؟ به خاطری که خزانه و تسلیحات هسته‌ای ما به آخر رسیده بود و جمهوری اسلامی اسلحه‌ای نداشت که برای عراق بجنگه. دومین آسیبی که ایشون به منافع ملی زد، مسئله آغاز ماجراجویی هسته‌ای که دستاوردش میلیاردها دلار آسیب و صدمه جدی که به منافع ملی زد. سومین آسیبی که ایشون زده بود به منافع ملی، تحول فرهنگی یا آسیب جدی که به فرهنگ ایران زده بود در دو وجه. در وجه اول، در اواخر فروردین سال 1359 راهی دانشگاه تبریز شد. دوستان که موقع دانشجو بودن به خاطر دارن که دانشگاه های ایران زیر نظر دانشجویان دیگر اندیش اداره می شد و دانشجویان حزب اللهی در درون دانشگاه ها واقعا جایی نداشتن. ولی با حرکتی که آقای هاشمی داد و کرد و با پای گذار انقلاب فرهنگی بود و پس از بازگشتش از تبریز به تهران، این مسئله در واقع انقلاب فرهنگی آغاز شد. سالها در دانشگاه بسته شد و در واقع یک فضای کاملا امنیتی و مذهبی در درون دانشگاه آغاز شد و از اینجا بود که مسئله از بین بردن دیگر اندیشان شروع شد. در واقع اینو ما توجه بکنیم که اصولا تزی که آقای هاشمی داشت، چرا؟ چون برحال خیلی از بخصوص روزنامه های خارجی آقای هاشمی رو به ماکیوال و به عنوان ماکیوالیزم محتم میکنن. ماکیوال خب شنوندگان عزیز میدونن که یکی از اندیشه ورزان و طراحان حکومتداری در قرن 15 هم بودن، حدود 600 سال پیش در ایتالیا. در اونجا آقای ماکیوال مطرح کرد که برای کشورداری و مملکتداری ما با امری به نام اخلاق باید ازش فاصله بگیریم، به نیره، به حیله و نیرنگ باید رو بیاریم. خب از این نقطه نظر، نظرات آقای هاشمی به نظرات آقای ماکیوال 600 سال پیش بسیار نزدیک بود. ولی توجه کنید که اون نظرات، علاوه که آقای ماکیوال یک فیلسوف اندیشه ورزی بود، مال 600 سال پیش بود، در دورانی که جنگ ها در جهان اتفاق افتاده، حقوق بشر مطرح شده، این نظرات واقعا دیگه نخنما شده. بنابراین به وجود آورنده بحران اخلاق در جمهوری اسلامی آقای هاشمی بود. چگونه آقای هاشمی با شرایطی رو که به وجود آورد و بی اخلاقی رو از درون دانشگاه آغاز کرد، بی کیفیتی رو در دانشگاه آزاد رواج داد و بعدها در درون خود
کابینه ای که در دوره ریاست جمهوری اول خودش، ریاست جمهوری دوم خودش به وجود آورد، امر نیرنگ، تقیه و فریب و دروغ و نادیده گرفت. بنابراین وقتی که ما نگاه میکنیم به شکل ریشه‌ای و آسیب های جدی که آقای هاشمی به منافع ملی زده و به آغاز مسئله ماجراجویی هسته‌ای زده، به مسئله سقوط فرهنگی در ایران و بی اخلاقی و بحران اخلاق در ایران زده، بنابراین بر طبق گذاشتن آقای هاشمی و حلوا حلوا کردن ایشون، بر حال من فکر میکنم که یک نوع جراحی، یک نوع سلاخی با تاریخ است و این از انصاف به دور است. من پیش از اینکه سوال بعدی رو به صاحب زمانمون مطرح کنم، فقط به این نکته اشاره کنم. رضا علامه‌زاده عزیز، کارگردان خوبمون، در دو خط یه چیزی رو عنوان کرده در نوشته‌ای که نهست، در دو خط شنین آمده. رضا علامه‌زاده میگه که این جوانانی که به ما نسل گذشته ایراد گرفتن که شما رفتین انقلاب کردین و در انقلاب شرکت کردین، چگونه است که این روزا خودشون در خیابان‌ها آقای رفسنجانی رو حلوا حلوا میکنن؟ میگه من سر در نیاوردم، این جوانا به ما ایراد میگیرن شما رفتین انقلاب کردین، بعد خودشون تازه قهرمان شده رفسنجانی. جای واقعا پرسش بسیار داره. بریم سر قضیه رفسنجانی و خامنه ای، این دو نیرویی که یکی دیگری رو بر روی کار آورد و دیگری بر او حاکم شد. خمینی خامنه ای رو نمیشناخت. خامنه ای عمدتاً چون در خراسان زندگی میکرد قبل از انقلاب و حتی برای مدتی به ایران شهر تبعید شده بود، هیچ نوع رابطه ای با خمینی نداشت. در روزهای انقلاب ارتباط بین هاشمی و خامنه ای جدی شد. هاشمی یکی از افرادی رو که به عنوان بنیادگذار حزب جمهوری اسلامی مطرح کرد، آقای خامنه‌ای بودش. سالها گذشت و در واقع این آقای هاشمی بود که به خمینی القا کرد، که خمینی اصرار داشت که روحانیت وارد مسائل اجرایی نشه، روحانیت رئیس جمهور نشه، نخست وزیر نشه، وزیر نشه. ولی پس از اتفاقی که در شهریور 1360 افتاد، یعنی در واقع انفجار دفتر نخست وزیری، با اصرار آقای هاشمی در مهر 1360، یعنی یک ماه پس از این، آقای هاشمی در واقع پیشنهاد ریاست جمهوری خامنه‌ای رو داد و بقیه قضایا، که 8 سال خامنه‌ای رئیس جمهور بود. البته در این 8 سال بینندگان توجه بکنند که نفر دوم حکومت آقای هاشمی بود و خامنه‌ای در واقع یک مقام تشریفاتی داشت. و خب به هر حال جریان مشکوک انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر و تصوری که آقای هاشمی داشت که این میتونه یک رهبر ضعیف باشه و من میتونم یک رئیس جمهور مقتدر باشم و به اضافه که میتونم طرحی رو ارائه بدم که رئیس جمهوری مادام العمری باشد و تمام قدرت اجرایی مملکت در اختیار من باشد، این تصور واهی بود و اشتباهی بود که از این سیاستمدار یا سیاس با کیاست انجام شد. به عبارت دیگه، اگر کیاستی در بینش، اگر تدبیری در اندیشه سیاسی آقای هاشمی بود، در اون لحظه یک اشتباه بسیار بزرگی کرد. البته خب وقتی که به حوادث اون دو روز مجلس خبرگان نگاه میکنیم، می‌بینیم که روز اول اصرار آقای هاشمی این بود که آقای به اصطلاح شورای رهبری تشکیل بشه، ولی اتفاقی که افتاد پس از این مسئله این بود که در روز دوم گویا آلترناتیو دیگه‌ای برای هاشمی نبود و پس از بیان یک سری خاطرات مشکوک و غیره، خامنه‌ای رئیس جمهور شد. منتها تا سال دوم رهبری خامنه‌ای یا ریاست جمهوری هاشمی بهتر بگیم، مناسبات این دو مناسب بود. البته اینجا خاطره‌ای گفته میشه، فقط گفته میشه، نمیدونم چقدر سندیت داره، که در روزهای آخر حیات خمینی خامنه‌ای و هاشمی رو احضار میکنه و دست این دو رو در دست همدیگه قرار میده و میگه تا زمانی که شما اتحاد داشته باشید میتونه این حکومت ها برجا باشه. این چیزیست که به هر حال در این مرحله اول گفته میشه. بنابراین اگر به این فتوای خمینی ما توجه بکنیم، خامنه ای
در تمام طول حیاتش بین فتوا توجه کرد و هاشمی هم توجه کرد. بی خاطر بود هستش که هر دو از عاشق و معشوق شیفته و دلباخته به هم دیگه صحبت میکنن. ولی از سال دوم رهبری خامنه ای مرافعات بین این دو آقا شد. آغازش از مسئله وزارت اطلاعات بود و اینکه افرادی باید از درون کابینه بیان بیرون، که در کابینه دوم بالاخره هاشمی تسلیم شد و افرادی مثل خاتمی که وزیر ارشاد بود اومد بیرون، عرض کنم که وزیر کشور اومد بیرون و همچنین وزیر فرهنگ که نابرهای سری نظرات داشتن که با نظرات خامنه‌ای همسو نبود. بنابراین مناسبات در واقع خامنه‌ای یک آدم نامعرفی بودش که توسط هاشمی به ارج اعلی رسید. خب اگر مناسبات هاشمی و خامنه ای رو حالا از نظر اینکه چگونه اوج گرفته و چگونه پایین آمده و رنگ خاکستری بر روش نشسته نگاه بکنیم، خود هاشمی در دوران مختلفش به ویژه بعد از دوران پایان دو دوره ریاست جمهوریش دچار یه نوعی حرکت‌های متفاوت میشه. میگویند، من از واژه میگویند استفاده میکنم، که قدرتگیری خاتمی به وسیله آقای رفسنجانی بوده و حتی این آخری قدرتگیری روحانی رو هم بعد از اینکه خودش صلاحیتش تصویب نشد از دست ایشون میدونن، در حالی که کسی که نمیتونه صلاحیت خودش رو بتونه به اثبات برسونه که خودش وارد دوره ریاست جمهوری بشه، چطوری میتونه این قدرت رو داشته باشه که کسی دیگه ای رو به مسند ریاست جمهوری برسونه؟ در سال 1376 زمانی که بین ناطق نوری و خاتمی مبارزه انتخاباتی بود، آقای هاشمی جلو هر نوع مهندسی انتخابات و تقلب گرفت. بنابراین از بر این اساس باید گفتش که هاشمی نقش زیادی داشت در پیروزی خاتمی. چرا؟ به خاطری که تمام هواداران خامنه‌ای وحدت کرده بودند که ناطق نوری رئیس جمهور بشه، چون نظر آقا این بود. در مورد سال 1392 انتخابای آقای روحانی به همین شکل، یعنی در واقع روحانی باید گفت که برادر ناتنی هاشمی هستش از نظر مسئله اعتدال، حالا به حکایت اعتدال هم خواهیم رسید. 1392 هم نقشی که هاشمی داشت در بسیج بازماندگان اصلاحات و به وجود آوردن یک جریان به نام اعتدال نقش فراوانی داشت که روحانی رئیس جمهور بشه. بنابراین میشه این ادعای رو کرد که هم آغازگر اصلاحات در ایران و هم آغازگر اعتدال در ایران آقای هاشمی بدون تردید یک پایگاه یا یک ستون بسیار استواری بود در ایران. جناب علوی، این داستان جنبش سبز و اون سخنرانی معروف آقای رفسنجانی در نماز جمعه در یک سو و اون چه که در کارنامهش داره در سوی دیگر، چرا هنوز جنبش سبز و جنبش سبزی ها باورشون بر این است که رفسنجانی میتوانست ناجی اونها باشه در حالی که در این 7-8 سالی که گذشته هیچ اتفاقی روی نداده، اصلا اینشون قدرت نداشت که حتی کروبی و موسوی رو و خانم رهنورد رو به وسیله روحانی از حصر در بیاره، یعنی حتی این کلید کوچک هم در دستشون نبود، ولی در راهپیمایی ها و این مسائلی که در بعد از این تشییع جنازه میبینیم هنوز به نوعی دلبستگی جنبش سبز رو در به این آدم میبینیم و اینکه فکر میکنه که از دست رفت. این رو چگونه نگاه میکنیم؟ یه خورده باید عقب برگردیم، یعنی برگردیم به میانه دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی، حدود سالهای 1372 خورشیدی. ولی قبل از این عرض بکنم که اریش فروم که متفکر شهیر هستش در مورد انقلابات کشورهای گذار مثل کشور ایران و در مورد شخصیت های جغلهی داره که فکر بکنم که این میتونه با این پرسش شما همسو باشه. ایشون میگه که یک انقلابی کاملا موفق کسی است که با درس گرفتن از اوضاع جامعه به یک فرد سیاسی و عاقبت به یک دولت مرد تبدیل بشه. و میگه انقلابی بازنده کسی است که رفته رفته افراطی تر گشته و در نهایت مبدل به جنایتکار میشه. آقای هاشمی یک پارسنگ معلقی بودش که بین این نظر
اریش فروم گوته میخورد. یعنی از یک سو در میانه سال دوم دوره ریاست جمهوریش آگاه شد و متوجه شد که قافله رو باخته، متوجه شد که اون تصوری که در مورد رهبر میکرده اشتباه از آب در اومده، رهبر داره هر روز مقتدرتر میشه و حکایت هزار دستان است. کاری که در اون تاریخ انجام شد، در واقع نیروهای بیت اینا هم تلاش کردند که به گونه ای آقای هاشمی رو به اعتبار بکنن و با حیله ای که به خرج دادن بسیار از نیروهای اصلاح طلب و بسیار از مردم عادی به این دام افتادن. نام اکبر شاه، نام اینکه این ساختمان و اون ساختمان مال آقای هاشمی هستش و اینکه تصور میکردن هر اتفاقی که داره در ایران میفته توسط آقای هاشمی انجام میشه، این از حوادث و توطئه‌هایی بودش که در اون سالها انجام میشد. یعنی در واقع ما تو اون دهه 70 هم مردم عادی، هم سیاستمداران ما، هم تحلیلگران ما و هم نیروهای اصلاح طلب وارد یک انحراف ساختاری جدی شدند، سوراخ دعا رو گم کردند و فوج کلانی در به در به دنبال عالی جناب سرخپوش بودن. اتفاق عالی جناب سرخپوش رو یکی از همین آقایون اصلاح طلب، یعنی آقای اکبر گنجی ساخت. جوان دیگری بود به نام آقای محمد قوچانی که ایشون هم از اصلاح طلبان بود و روزنامه های مثل جامعه، نشاط و غیره رو با آقای جلایی پور و شمس الواعظین همکاری میکرد و خب به هر حال نویسنده خیلی خوبی هم هستش و اطلاعات زیادی هم داره. ایشون هم نام پدرخوانده رو بر هاشمی گذاشت. بنابراین تمام حوادثی که در ایران در اون دهه انجام میشد، چنین توهمی رو بر اذهان مردم و بر اذهان تحلیلگرها غالب شد که گویا کلیه حوادثی که در ایران داره به وقوع میپیونده با اشارت انگشت آقای هاشمی است. هدف از این کار چی بود؟ هدف این بود که تمام ایرادها و گرفتاری مملکت رو بندازن به گردن هاشمی و بدین وسیله دروازه بیت ولایت رو ببندن و حوادث درون اونو نیکو جلوه بدن و نوک حمله به طرف خیابان پاستور راهی بشه. این یک انحراف بود. ولی در همون تاریخ بودش که در واقع حملات شدید اصلاحات و اصلاح طلبانی که از دولت خاتمی به دور بودن، مثل آقای گنجی، مثل بسیاری دیگه از اصلاح طلبان، اینها رو اینو در کتاب آقای زیبا کلام قشنگ گفتگوهایی که میشه میتونیم پیدا بکنیم، این حوادث که در اون سالها پیش اومد، هاشمی بدون روتوش. در اون سالها بودش که چنین چهره از هاشمی ارائه داده شد. هاشمی اومد خودش جمع کرد، در انتخابات مجلس ششم شرکت کرد، نفر 26 شد، گفتن تقلب شده، دوباره در بعض حوزه‌ها باشماری کردن، متوجه شدن که آقای هاشمی نفر 30 شده و بدین وسیله خودش استعفا داد. این آغاز منزوی شدن و شکست هاشمی بود. ولی هاشمی از اون جایی که حفظ نظام از اوجب واجبات میدید، اوجب واجبات واجبی هستش که شریعت مداران به کار میبرن، یعنی بالاترین هدف، بالاترین واجب در حکومت اینها حفظ نظام است. بنابراین این اندیشه حفظ نظام همیشه با هاشمی همراه بود، تا اینکه ما میرسیم به مسئله در اون سالها به نام اعتدال و اعتدالیات. حرکتی که آقای رفسنجانی، این رفسنجانی که به عنوان پدر اصلاحات مطرح هستش، رفسنجانی که به نام پدر اعتدال مطرح هستش، یعنی 15 سال 16 سال اول قدرتش رو بزنیم کنار، وارد مرحله دوم، یعنی وارد دورانی میشیم که از سال 1376 خورشیدی آغاز میشه. این دوران دومی هستش که هرچی که قدرت هاشمی کمتر میشه، از اون ور قدرت آقای خامنه‌ای افزایش پیدا میکنه. بنابراین اینجا دورانی هستش که تزهای به نام اعتدال رو مطرح میشه، اعتدالی که برای تضمین بقای حکومت اسلامی مطرح هستش. ولی این اعتدال ببینیم که چه آسیب‌هایی واقعا زده شد. اعتدالی که تونست اصلاح طلبان رو اخته بکنه، اصلاح طلبانی که میتونستن در یک دوره به فاز تحول‌خواهی رو بیارن، اینها رو در واقع فلج بکنه، اینها رو مهار بکنه و در واقع این بخش از اصلاح طلبان رو تبدیل به یک نیروی اعتدالی که حول بیت ولایت یا حول نظرات حکومت حرکت بکنن
به پیش برده میشه. و از سوی دیگه کار دیگری هم که کرد این بودش که تونست در واقع یک گسست یک شکافی بین نیروهای اقتدارگرایان وجود بیاره، یعنی بخش‌های از نیروهای اقتدارگرا که اینها پتانسیل داشتن که به طرف اعتدال برن، مثل علی لاریجانی رئیس مجلس یا مثل پاره دیگه از وزرا یا از دولت مردان یا از مجلسیون، و اینها رو در واقع از اون بینش اقتدارگرایی فاصله داد و وارد فاز اعتدال. آقای علوی، چون میخوایم اینجا دیگه به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک چیز رو در زندگی آقای رفسنجانی نمیشود ناگفته گذاشت و شاید بهتر است که ساعتها به اون پرداخت، ولی در نکته پایانی به این اشاره بکنیم که در بسیاری از ماجراها و قتلها و اعدامها، به ویژه در دهه 60، به ویژه در رویدادهای دهه 60، ماجرای بازگرداندن لاجوردی به زندان اوین و تمام اینها سرنخ در دست آقای رفسنجانی بوده. در پایان نگاهتون به اینکه رفسنجانی با میزان کشتاری که در ایران انجام شده و میزان اعدامهایی که در ایران انجام شده به ویژه در سالهای دهه 60 همگام و همراه بوده رو، و بعد هم کشتارهای خارج از کشور و ترورها، این رو بفرمایید. ببینید آقای هاشمی، در واقع از لاجوردی شروع بکنیم، در حدود سال 1361 خبر به خمینی میرسه که در زندان ها جنایت زیاد میشه و از در جلسه ای که هم آقای عرض کنم برادر آقای خامنه‌ای، هادی خامنه‌ای و هاشمی و عده دیگه حضور داشتن و گزارش که لاجوردی میده در مورد واژه عربی شکنجه رو به کار میبره، که خمینی میگه که در واقع این شکنجه نیست، این در واقع جنایت است. در اون تاریخ هستش که دو نفر ماموریت پیدا میکنن که برن به زندانها بررسی کنن، یکی آقای مجید انصاری بوده که آقای هادی خامنه‌ای اخوی سید علی خامنه‌ای. این دو در گزارش که به خمینی میدن خواهان در واقع بیرون راندن لاجوردی از مسئولیت زندان است. لاجوردی رو بیرون میبرن، برای چند روزی مسئول زندان نیست و با اصرار و پافشاری آقای هاشمی و احمد آقا دوباره لاجوردی برمیگرده. بنابراین حوادث که در اون سالها اتفاق میفته با تر و ابتکار آقای هاشمی بوده. اما بینشی که آقای هاشمی داشته، بینش آقای هاشمی بینش تامگرایی مافیایی، یعنی چی؟ یعنی میگه برای حفظ نظام و داشتن قدرت باید کلیه دیگر اندیشان رو نابود کرد. پیرو این، البته این نظری جدیدی نیست، برمیگرده به حدود 50 سال 60 سال پیش که فاشیستا در اروپا این نظریه رو داشتن، یعنی مسئله قتل زنجیری اگر آقای هاشمی ابتکارش رو ریخت در دوران آقای علی فلاحیان، این مسئله جدیدی در جهان نیست، برمیگرده به سالها قبل که فاشیستا اینو در اروپا انجام میدادن. شکل نظریم که میومد این بودش که میگفتش که چون جنبش روحانی یک جنبش رمانتیک هستش و باید برای اینکه به گذشته برگردیم، من نوستالژی گذشته به دوره 1400 سال پیش برگردیم، باید هر نوع مانعی که بر سر راست از بین ببریم، این بودش که مسئله کشتار سال 67 و ایشون علارغم که اسمش در به نام هیئت مرگ نیست، ولی اصرار و پافشاری آقای هاشمی و احمد آقا پایه های اولیه دستور خمینی به هیئت مرگ داده شد. این از این. ولی در مورد مسئله قتل زنجیری با عنوان یک جریان جدی که در خارج کشور اپوزیسیون فعالیت های میکرد و موقعیت جمهوری اسلامی رو خرابتر میکرد و بدین وسیله جمهوری اسلامی در انزوا قرار میگرفت، این بودش که آقای هاشمی با کمک هیئت امنیت و اطلاعاتی که در درون وزارت اطلاعات تشکیل داده بود علی فلاحیان، در یک دوره‌ای عده‌ای رو جمع کرده بود که اینها آموزش های امنیت اطلاعاتی دیده بودند و دقیقا آگاه بودند که چگونه میشه این مسئله جلو برد. این بود که مسئله قتل زنجیری رم با آمریت آقای هاشمی و فلاحیان و حتی آقای ولایتی جلو میرفت. منتها یک نکته من اینجا اشاره بکنم چون داره وقت تموم میشه، جریان این دوران سازندگی
سردار سازندگی امیر کبیر و غیره و غیره مطرحش. علت شیفتگی آقای هاشمی به امیر کبیر صرفاً به خاطر اون بینشی که هاشمی در مورد کشتار بهائیان داشت. و حتی اگر به کتاب امیر کبیر آقای هاشمی مراجعه کنید میبینید که اون قسمت کشتار بهائیان رو اینو خیلی عمده میکنه. این یکی. ولی در مورد مسئله شرایطی که آقای هاشمی به اصطلاح در اون دوران مطرح میکنه، مسئله کارگزاران سازندگی. ببینید جنگ تمام شده بود، مملکت درب و داغون بود، نیروهای سپاه وارد تهران شده بودن، نمیتونستن در پادگان بمونن، بولدوزرها، وسایل نظامیگری، تمام اینها بیکار مانده بود. این بود که آقای هاشمی برنامه ریخت که سپاه رو وارد مسائل اقتصاد کنه. این یکی دیگه از نکاتی هستش که آسیبی که زده شد، یعنی یک نوع سرمایه‌داری میلیتاریستی، یک نوع سرمایه‌داری نظامیگری در ایران توسط آقای هاشمی به وجود اومد. کلمه توسعه اقتصادی رو به کار برده میشه. اولا در دوره آقای هاشمی توسعه اقتصادی ما نداشتیم، ما رشد اقتصادی داشتیم که اونم پرسش‌های فراوانی. چرا؟ چون در زمانی که آقای هاشمی به عنوان رئیس جمهور 1168 انتخاب شد تا زمانی که رفت 1176 قیمت دلار سرسام آور رفت بالا، تورم سرسام آور رفت بالا، درآمد سرانه 2200 دلار بود تبدیل شد به 1800 دلار، و تمام این افتاد نشون میده. ولی تفاوت هست بین توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی. اگر کشور ما 20 میلیون ماشین داره، یعنی به ازای هر 4 نفر یه ماشین، این ما اسمش میذاریم رشد اقتصادی. رشد اقتصادی یک پدیده کمی هستش که توسط آقای نوربخش در دوره هاشمی به وجود اومد. توسعه اقتصادی یک جریان بنیادین هست در اقتصاد که در واقع به ظرفیت‌های تولیدی، ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی توجه می‌کنه، به عبارت دیگه به داره بینش کیفی هست به مسائل اقتصاد. رشد اقتصادی داره بینش کمی است. بنابراین در این موردم برای دوستانی که اونو به عنوان سردار سازندگی ازش یاد می‌کنن بدانن که آسیبی که آقای هاشمی به اقتصاد ایران زد در اون دوره، امر راندخاری رو متداول کرد. در نماد جمعه در اون سالا گفت که علارغمی که در آیه قرآن آمده الراشی و مرتشی، یعنی رشوه دهنده و رشوه گیرنده تبهکار هستند، اما اینو به عنوان مسئله به نام انعام و به عنوان کارمزد نهاده میکرد. و از اونجا بودش که راندخاری، فساد، دروغگویی به وجود اومد. از اونجایی که خب در سال 1360 ما میبینیم که آقای هاشمی وقتی که لاهودی کی بودش؟ لاهودی پدر دامادهای هاشمی بود، یعنی پدر شوالی لاهوتی، شوهر فاطمه و شوهر فائزه. موقعی که ایشون در زندان اوین کشته شد، هاشمی گفت برای حفظ نظام به دختراش گفت که سکوت اختیار کنه. از اونجا بود که تقیه بی اخلاقی در جامعه به وجود اومد. فساد اقتصادی نهادینه شد. آمدن سپاهیان به نهادهای اقتصادی آسیب بسیار زیادی زد. و بقیه مسائل که خب بله میشه اینو در آینده در مورد مسئله این پرداخت و از اینکه در به این بال و پرهای بسیاری در مورد زندگی هاشمی رفسنجانی در این 38 سال جمهوری اسلامی از دوران شکلگیریش به طور رسمی، حالا شما به دوران پیش از اون هم اشاره فرمودین، ولی در زمان شکلگیری و مفهومی به اسم جمهوری اسلامی. آقای گوهرزاد، میدونم وقت تموم شده، ولی اجازه بدید من به مسئله پروژه دولت سازندگی اشاره بکنم که در سه زمینه شکست خورد. در زمینه سیاست داخلی اگر یادتون باشه، شورش های اسلام شهر، مشهد و قزوین، قتل و سرکوب مخالفان و منتقدان، قطعی زنجیری. در زمینه سیاست خارجی این حوزه دوم بود، قطع رابطه با کشورهای غربی در دوره هاشمی به اوج خودش رسید از برکت سر آقای ولایتی. تنها رابطه ای که تونست با ملک عبدالله برقرار کنه میشه گفت اون تنها پیشکشی بودش که هاشمی داشت. و در مورد مسئله تعدیل اقتصادی و توسعه اقتصادی خدمتتون گفتم که چه آسیبی به اقتصاد ایران زد. بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم ببخشید که چون زمانمون به پایان رسید، من نمیخواستم که از زمانمون عبور بکنیم. از حضور شما سپاسگزارم. مانند همیشه خیلی آگاهی دادیم. به امید گفتگو در آینده. سپاسگزارم. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. در مورد هاشمی رفسنجانی
این روزها اینقدر در این هفته‌ای که گذشته من گفتم از این سوی خط تا این سوی خط نوسان بسیار بزرگی بوده، از عبارت‌های استفاده کردن که مثلا فکر نکردم این رفسنجانی اصلا امتیازهایی به او دادن که جای پرسش فراوان داره. اتفاقا خیلی از اصلاح طلبان و سیاسیون قدیم خیلی روی این قضیه پرداختن که جای پرسش از اونها داره، ولی خب چون نیستن در این برنامه من پرسش رو نمیخوام مطرح کنم و به این ترتیب اجازه بدین که برنامه رو پایان ببریم در همین جایی که هست. با امید روزهای بهتر برای مردم ایران، با امید آزادی برای مردم ایران و صلح در جهان.